ما روزانه 400 پارسل در داخل شهر کابل توزیع هم داریم و اینجا پرسنل ما میآید و این پارسل میسازیم. بعد از پارسل کردن هر پارسل ما یک نان داره و یک پارسل برنج است و این را ما روان میکنیم در شهر توزیع میکنیم. ما سال 2002 به بعد در این کار ما رو آورده گستم. البته در سال اول پخت پز ما کمتر بود، در حدود 5 بوری و 6 بوری بود، ولی فعلا پخت پز ما زیاد شده گسته. تقریبا 22 سال میشه که ما این وظیفه را انجام میدیم. سلام عزیزای دل، انشاءالله که دوستا جور صحتمند باشین. اینجا البته جای آمدیم کارت 4 است. عزیزای دل، جای آمدیم که واقعیتش کسی است که اینجا قسمی که مشاهده میکنین، عمیق خبر دارم که از 500 تا بالا تا خانه 2000 میاین به خاطر خیرخواستن. خودشان هم تبال از نزدیک ندیدیم، فقط برایشان چی رقم براتون بگم نان توزیع میکنن نزدیکای افطاری. الان ساعت ببینیم که ما را گفته ساعت 4 شروع میشه. بله از جای دل، قسمی که میبینین اینجا از بس که از هر 4 طرف از تمام جای کابل تشریف میارن اینجا، به خاطر که نظر است، هر روز نظر دارم. دیگه من زیاد پرحرفی نمیکنم تا خود برم آجی صاحب پیدا کنم. سلام، سلام علیکم. دخی جان خوب هستی؟ خیر جان شما جور. صحتتون خوب است؟ ان شاء الله مونده کار بار. شما زنده سر باشید. بسیار خوش آمدید. شما را از نزدیک دیدیم. همچنین ما بسیار زیاد خوش شدیم از معرفت با شما. صاحب زنده باشید، سی آرام باشین. حاجی صاحب محترم، بسیار معذرت ما رو قبول کنین. امی اسم مبارکتون چی است؟ اسم حاجی معلم نورالدین. بله بله. حاجی معلم نورالدین. نورالدین. یعنی حاجی صاحب معلم که زیاد شما را معلم صاحب میگه، بله. شاید معلمی زیاد کرده باشه در افغانستان. بله 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 بله، شاگردان اکثر ما را میشناسن. ما تقریبا 30-35 سال در بخش معارف بودیم، کار کرده هستیم و سابقه معارف دارم. در معارف کار کرده هستیم، خودم ما فعلا تقاعد کردیم. این یعنی بنیاد خیریه که موجود است، در این ما کار میکنیم. بله بله. از جای دل، البته با عذر و معذرت پیش کسی اومدیم که آجی صاحب معلم به نام نورالدین بسیار یک آدم خیرخواه هست. ما باور که اولین بار است که از نزدیک میبینم حاجی صاحب محترم. حاجی صاحب محترم، برای ما گفته میتونین که چی انگیزه شد که شما در یک کمک خیره رو آوردین؟ بسیار سوال خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول کو سلام احترامات به تمام وطندارای داخل کشور و خارج کشور تقدیم میکنم و دیگه ما مبارک رمضان که امروز روز نیوم است برشون تبریک تانیه درز میدارم و در زمین این ماه مبارک رمضان در کل جهانیان تبریک میگم. این ماه پرفیض و برکتی است که در این ماه مبارک رمضان آدم بتونه در امنه خود خدمت بکنه. سوال شما در این مربوط به این ارتباط بود که چی انگیزه شد در این وظیفه رو آوردین. ما کارمند رئیس آب کریستال که زاهد یعقوبی است، کارمند از اوستم. او آدم رئیسی ماست، فعلا در امریکا زندگی میکنه و او آدم همی سپورتر ما، یکی خودش است، دیگه بعضی تاجرای ملی که در خارج از کشور زندگی میکنه اونا همراه ما همکار هستن. هر ساله پیسه را برای ما جمع آوری میکنن، روان میکنن، بعد از اون ما این پروگرام پیش میبرن. بله بله. خب آجی صاحب محترم، چند سال البته میشه؟ سوال نیک است. ما سال 2002 به بعد
در این کار ما رو آورده گستم. البته در سال اول پختپز ما کمتر بود، در حدود 5 بوری و 6 بوری بود، ولی فعلا پختپز ما زیاد شده گسته، تقریبا 22 سال میشه که ما این وظیفه را انجام میتونم. بله. محترم حاجی صاحب، ما که میبینم نفر آمده روان است. بله. این نام خدا یولی هم بسیار بزرگ است. بله. آیا در نظرتان یا پر میشه اینجا؟ این نفر یک گروپ میآید، این گروپ ما تلاشی میکنیم به خاطر امنیت گرفتن و به خاطر اینکه نه ما بودا کدام تهدید امنیتی نباشه. بله بله. و اینا رو اینجا گروپ اول بعد از اون نون توزیع میکنیم. بله. بعد از توزیع اینا رو از این دروازه بیرون میکشیم، باز گروپ دوم از دروازه دیگه داخل میشه، باز در گروپ دیگه باز توزیع میکنیم. تشکر. از جای دل البته امرای حاجی صاحب میریم، بریم پیش دیک ببینیم که آشپزها رو ببینیم و اون فکر کنم حاجی صاحب شروع شده. بله. یک بار میریم از نزدیک. فیلن ایست که ما روزانه 400 پارسل در داخل شهر کابل توزیع هم داریم و اینجا پرسنل ما میآیم و پارسل میسازیم. بعد از پارسل کردن هر پارسل ما یک نان داره و یک پارسل برنج است و این را ما روان میکنیم در شهر توزیع میکنیم. در ضمن از این روزانه ما یک دیگ امرای کرمیش در مسیسی کارتیچور مای 50 عدد نان و 12 بسته آب کریستال اونجا افطاری است، در اونو روان میکنیم، اونا از اون استفاده میکنن. حاجی صاحب خیر، تشکر. حاجی صاحب خیر، اینجا در بیرون هم شما توزیع دارید؟ بله، در بیرون ما توزیع داریم. موتر میبرین؟ بله، ما دو موتر داریم. میبینید چه مستر همین دو موتر ما میبره در بیرون توزیع رو شروع میکنه، در آدمایی که مستحق است برشون نان توزیع میشه. تشکر حاجی صاحب. خب از جای دل قسمی که حاجی صاحب محترم، حاجی صاحب معلم نورالدین کسی است که آدم خیرخواه است، همیشه در این مدت 20 سال فقط همکاری کرده با مردم. اینا دیگه حاجی صاحب؟ بله، اینا پرسنل هستن که پارسل میکنن، بعد از پارسل کردن در موتر بارگیری میشه. بعد از این حاجی صاحب من معذرت میخوام که گپ از دانتون گرفتم. ای در قسمت بیرون میره همینجا؟ این نه، بیرون میره. این ای بیرون میره؟ بیرون میره. اینجا که نفر که میایه به خاطر گرفتن این نظر ما این برکر رمضان، اینا از خودشون دیکچه دارن، پلاستیک دارن، در اونا باز داده میشه. بسیار عالی، بسیار عالی. یک گپی چیسته. خب تشکر حاجی صاحب. حدودن چند دانه دیگ است حاجی صاحب؟ در روزی ما روزانه 7 دیگ برنج پختپز داریم. 7 دیگ است. شما دیگ رو مشاهده کرده میتونین که فعلا دیگ اول ما زیر کار است و پارسل رو پر میکنه. بعد از باز نان مسجد ما میگیریم، بعد از یک تعداد دیگایی که از دوستا و رفیقایی که مستحق هستن اینجا روان کرده گیستن، ما در این دیگا ما خودم نظر به نفر سه کرده توضیح میکنم، بعد از باز مطابقش باز این زنهای دیگه توضیح میشه در دیگه نفر توضیح میشه. نام خدا قسم که قدر آدم خیرخواست حاجی صاحب، در نظرتان یک برینجه که شما میارین یعنی یک 2000 نفر بس میکنن؟ شاید زیادتر نفر بگیره. ما هر کفگیری که دو کفگیری که یک فامیل میتیم به اصطلاح یک غوری کشتی زیادتر نان میشه، تقریبا 4 نفر میتونه که از او مستفید شوه. نان 4 نفر ما برای یک نفر توزیع میکنیم در یک فامیلی که میای فامیلا. ما این تو نفرای ماست که از یک فامیل 2 نفر 3 نفر هم باز یک جا میکنن. ما نمیتونیم بیر تفکیک کنیم، جدا کنیم. ما کار خود میکنیم، خداوند خودش میفهمه کارش. شما زنده باشید. سلامت باشید. حاجی محترم، از تمام فکر کنم از شهر کابل این اول من خبر شدم. شما زنده باشید. از تمام شهر کابل هم اینجا در نظرم میاد. بله، از اینکه نام ما را شنیدن بله هستن میبینن میاین یکی با دیگه ارتباط داره خبر میته میایه برادر نمیجا خالص لله به نام خدا نان خدا میبرن. بله. خب حاجی صاحب محترم، در ماه البته در عید روزه چی پلان داره به خاطر مردم غریب؟ در روزهای تاریخ‌های 20-25 که شد باز ما یک پرسنل دیگه داریم. بله. در حدود 2000 پارسل. بله. آرد و برنج و روغن و لوبیا و خب دیگه اف قلم مواد از قبل شکر و 25 ماه مبارک رمضان در ولایت جوزجان و سرپل و خو انخوی آخچه و اونجا نفرای مستحق زیادتر است، دسترسی دارن، پرسنل ما میرن اونجا توزیع میکنن. کابل نیست؟ نه، مواد خام تو در کابل هم توزیع داریم، در روز 100 پارسل در کابل هم توزیع داریم. تشکر. بله. مهربانی صاحب بریم حاجی صاحب محترم که دیگه اولین دیگه شروع کردن. بله. بچه ها سلام علیکم. ببخشیم بیادر. سلام علیکم. سلام برسه. روزه و نمازتون قبول باشه. سلامت برسه. اونجاست. بیا نوجی صاحب عزیز. این دیگه است کی؟ بله، این دیگه اول است. اوه دیگه اول است.
یه ده پارسل میکنیم تقریبا یک دیگه هم ده پارسل شاید کمبوتی کنه باز دیگه دوم هم از این میگیریم پارسل میکنیم و طرف شهر بخیر روانش میکنیم که نفر توجیه کنه کسی که مستحق است برش داده شد یک افطاری است این بله بله آجی صاحب ده هر امی دیگش که مثلا میگن چند سرمه برنج ده هر دیگش در حدود اینمی 35 سی 38 سیر برنج است 38 سیر دف دیگه تقسیم میکنیم تقریبا 35 35 سیر و دیگه اضافه شم در دیگه تقسیم میشه 38 سیر برنج روزانه پیلا پخته پز داریم باز در روزهای بعدی مراجعین که زیاد شده پخته پز ما در حدود 60 سیر میرسه تا آخر رمضان ما 60 سیر بله اما روزا یک دونه گاو زبه میکنیم در زیر برنجا میمونیم سه گوشتش گوشتی خدا قبول گوشت امر روزا گوشت تازه است گوشت یخ زده نیست به خاطر که مردم خوبتر از این استفاده کنند چون ماه مبارک رمضان است ماه مبارک رمضان هر قدر آدم کوشش کنه یک غذای سی غذای خوب غذای بهتر برای امنه خود کمک کنه ثوابش بیشتر است آجی صاحب عزیز امروز یک دانه گاو کشتار دارین؟ بله امروز یک دانه گاو ساعت 6 نیمه بجه قصاب میه گاو زبه میکنه باز اینجا توته میکنه در آشپزا توزیع میکنه با اینا کار خود پیش میبرن بله تشکر غیری که امروی مردم غریب اقا کمک کردین دیگه در حساب پروژه دیگه هم که شالان و پیشتر اشاره کردن که در ولایت ها میرن بله دیگه از امیز اول ماه مبارک رمضان شما شروع دارین تا سی رمضان تا سی رمی بله تا سی همی توجه ما داریم سید بلا وقفه بدون کدام ایست که برادر ای کی باشه او کی نباشه هر کس که باشه به نام انسان و انسانیت ما وظیفه خود انجام میتیم پیشتر اشاره کرده که از هر خانواده میشه چاردانم باشه بله ولی دیگه در خدای حق معلوم است باز بعد از این باز شما میبینین یک گروپ تفلای خورده میایم با در تفلای خورد اگر برنج ما ایان کم بدی کرد ما میتونیم اونجا یک دیگ قرمه کچالو همراه لوبیا داریم او را باز برشون توضیح میکنیم تقریبا ده سیر کچالو است لوبیا است و بله اینجا میتونیم مشاهده کنیم رو ببینیم یک بار بیا حمید جان ببینیم آجی صاحب محترم این نانا که بسته سی واز میشن در بسته ده دانه نان است روزانه تقریبا 900 دانه نان ما داریم این نان برای نفرا باز تا جایی که میرسه و امرو یک پار نانشون و امرو پاکتشون نان داده میشه کم بود که باز مزید خود قبول میکنیم شاید کوشش کنیم که از یک از زیادتر نان خدا ارخامش زیادتر بباریم بله خدا قبول زنده باشید قرمه کچالو آجی صاحب بسار بو باشید تو سر نخوره با نام خدا خدا قبول کنه این الان دولت جوش کردن است ببینین که در دیگ قرمه کچالوش چقدر عالی هست این دولت جوش کردن است هم لوبیا داره هم کچالو داره که در آخر کار که اگر نرسید باز از این برشون توضیح میزه انشالله هیچ کس بیدون نان از اینجا نمیره هر کس که میاید دست خالی روانشون نمیکنه مقصد یک چیزی برشون میتونم آجی صاحبی یک دیست خیرخواه داری که همیشه آدم خوب است که تمام دور کابل که من واقعا نامت بسیار شهرت داری به نام آجی معلم همیشه معلم بودی همیشه همکاری کردی با شاگردا حالم که بسیار خوش هستم خداوند با قبول کنه روزه و نماز خودت قبول باشه الهی آمین خداوند همیشه همکاری میکنه خداوند ما رو توفیق بده عزیزم که بیشتر از زیادتر بتونیم که در مردم به غریب بیچاره خود مستر خدمت شیم یم اجر آخرت داره توکل به خدا هر چه که شد دیگه ما وظیفه خود انجام میکنیم تشکر آجی صاحب محترم شما زنده و سلامت باشین از شما تشکر که قدم رنج جعفر بودین تا پیش ما آمدین و همین کار و فعالیت ما را انعکاس دادین از شما جهان سپاس بسیار زیاد خوش شدیم شما موفق آرام باشین و در آخر ایرم میگم که دیگه برادرای میکنه در خارج زندگی میکنن و اینا بتانن که همین تو یک زمینه را مساعد بسازن و یک بنیاد خیریه بسازن برای مردم برادر جان کمکشون برسه و بیا چون مردم افغانستان ضعیف هستن بیچاره هستن در کمک ضرورت دارن از خاطر اونا پیام مهمیست که کمک کنن برای غریب بیچاره که ما داریم در افغانستان بسیار پیام مالی هست شما زنده باشین از روی دل البته کسایی که بله از پنجره افغانستان برنامه را تماشا میکنه حاجی صاحب بسیار پیام خوب گفتن اینجا باور کن که ما آمدیم تقریبا 2000-3000 مردم میای از اینجا نظر میبره همکاری با حاجی صاحب محترم این را خواهشن لطفا همکاری کنن که بسیار بسیار دیگه خودتون میفهمین شرایط افغانستان بله چی حالت است تشکر
حاجی صاحب محترم، حالا که قسم میبینیم نام خدا اولی چهار طرف بیخ پر است. بله. اینا دیگه برای ما گفتم میتونی چی رقم میره بیرون؟ اونجا خو مردم از بسن. بله، این دروازه، این خانه دو دروازه داره. خب. این نفرایی که فعلا ما نام توضیح کردیم، اینا رو از دروازه میکشیم. خب نفر معذر در بیرون دارم، نفرایی که بیرون نام نگشتن، اونا از این دروازه میارن. خب. وقتی اینا رو در دروازه داخل کردیم، اینا رو از طرف بیرون میکشیم. بسیار. باز اینا گدوات نمیشه. در غیر از اینا دو دفعه این چانسه که چانسه میگن معذیت میشه. آها، درست. تشکر. ما به شکل است. تشکر. باز بعد از این در نظر ما اطفال است. تشکر، سلامت باشید. موفق باشید. السلام علیکم. السلام علیکم.